إلا بالله إلا علي إلا علي حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم صلى الله عليه وآله المعصومين الذين ذهب الله عنهم الريح وطهرهم وتدهيرهم يا
يتوسلون بالخلق فتوسل أنت بالخالق. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلواتي ولا الله همیشه در تحت توجهات و عنایات و الطاف و مراحم خاصه حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا بهرمند باشید. صلواتی بلندتر کرد. پیغمبر اکرم فرمودند علی جان 600,000 دینار طلا میخوای یا 600,000 تا دونه گوسفند یا 600,000 کلمه میخوای چیزی یادت بدم؟ امیرالمؤمنین ارشد یا رسول الله من 600,000 کلمه میخوام چیزی یاد بگیرم. پیغمبر اکرم فرمودند من جمع کردم 600,000 کلمه هر دو 6 کلمه و با گفتن 6 کلمه 600,000 کلمه هست به تو بیاموزم. دو جمله شما در طول 2 روز گفتیم، بقیه حدیث موند. اول پیغمبر اکرم فرمودند علی جان وقتی دیدی مردم سرگرم فضائل و مناقب و نوافل و مستحبات و اعمال غیر واجب و لازمن تو سرگرم فرائض و واجبات دینیت باش. این یک چه گفتم یعنی چه؟ و اذا رأیت الناس یشتغلون به عمل الدنیا فاشتغل انت به عمل الاخره. علی جان وقتی مردم سرگرم به دنیا و کارها و اعمال دنیایشونن همش تو به فکر آخرتتن باش. جمله سوم و اذا رأیت الناس یشتغلون به عیوب الناس فاشتغل انت به عیوب نفسک. علی جان وقتی دیدی مردم در دنیا سرگرم به عیب همدیگن هیچ چیزی برای همدیگه میگن تو به فکر اصلاح عیوب خودت باش. عمرتو خرج این و اون نکن، خودتو درست کن. کار به مردم داری؟ یک عمر آدم تو دنیا غیبت کنه، یک عمر آدم تو دنیا تهمت بزنه، یه عم انسان تو دنیا شهادت به ناحق بده، یه عم تو دنیا آدم افترا بزنه، یه عم تو دنیا آدم فحش بده، یه عم تو دنیا آدم نیش زبون بزنه، هی مسلمونا و مؤمنین و مردم رو اذیت کنه، اینا از اخلاق انسانی و آدمی و صفات حمیده است. به خدا قسم نه. چیکار داری به مردم؟ چیکار داری به مردم؟ چرا کاری خودتو درست نمی کنی؟ چرا باربونی خودتو نمی بندی؟ مگه فضولی تو دنیا؟ مگر فضول باشی مردمی تو دنیا اساس خودت تن و پاش افتیده، تو هی داری به اون یارو میگی چرا چمدون تو نبستی اسرائیل داره میاد؟ کار خودتو بکن، چه کار به مردم داری تو؟ به خدا قسم اگر همین درس پیغمبر اکرم رو تابلو کنید در زندگی، هم مردم از دست زبان شما راحت میشن، هم خودتون به کاراتون میرسید. آقا سرتون گرم کار خودتون باشه، ول کنید مردمو دیگه، رها کنید مردمو، بیچاره شدن مردم از دست زبان شما، ول کنید ابونه رو. من یه دونه حدیث امروز از پیغمبر اکرم در این فصل و در این باب براتون بخوانم، ببینید چه خبره. آدرس حدیث بهار الانوار مجلسی، باب القیامه، آیونی که ذوق و شوق مطالعه‌شو دارید اونجاست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و
وسلم من آذى مؤمنا ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيسا من رحمة الله. نستجير بالله. پیغمبر اکرم می فرماید هر کس اذیت کند یه مؤمنی را ولو با یک کلمه هر با یک کلمه هر یه مؤمنی را آدم اذیت کند جا یوم القیامه مکتوبا بین عینه آیسا من رحمت الله. اگر با یک کلمه حرف یکی رو اذیت کنی ها پیغمبر میگه فردای قیامت میارندت در حالتی که بین دو تا چشمهات یعنی پیشانی نوشته شده این آدم معیوس از رحمت خدا. با یک کلمه یه خورده مؤدب کنید زبوناتون، یه خورده لجام بزنید. پیغمبر میگه المؤمن ملجام، آدم با ایمان دهنش لجام دارد، زبانش لجام دارد، اختیارش در دستش، آزاد نیست هر چه سر زبونش بیاد بگه. وای 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 از این زبان آزاد. یک نفر از علماء بسیار محترم تهران که از معارف است در میان بزرگان و مراجع شخصیتی خیلی فوق العاده است، یادم یه روز با یکی دوتا از رفقای بعاز تهران راجع به یک کاری خدمت ایشون بودیم، نشسته بودیم صحبت میکردیم. چون هر کم من شروع کردم راجع به یه بابی فصل مرتبی شد، آخرش من از ایشون تقاضا کردم که یکی دوتا کلمه منو نصیحت کنی. بخوام چی یاد بگیرم؟ آره در دهونهای پاکینه ها، زبونهای پاکینه ها، نفسهای پاکینه ها، بعد از یه عمر در خانه دین خدمت کردن خدا یه اثری گذاشته که ممکنه با یه کلمه حرف یه پیرمرد تحصیل کرده یه ملای با فضیلت دینی بتونه یه عمر منو عوض کنه. خب باید ازش تقاضا کنم یه دو تا کلمه حرف من بزن خب من چیزی بشنوم، منم باید چیزی بشنوم، یاد بگیرم، عمل کنم، عوض کنم. نه تنها شما، منم تقاضا کردم ازش یه چیزی یادم بده. ایشون دو تا کلمه بیشتر به من نگفت اما نمیدونید با من چه کرد. خیلی حرف مایه‌دار بود، مغزدار بود، جاندار بود، معنادار بود. خیلی چی بود؟ فرمود اگر خواستی در دنیا و آخرت راحت باشی، غم و غصه نداشته باشی، هیچ وقت دست به مطالبی که مربوط به آبروی مردمه نزن. یعنی جلو زبون تو بگی، اینقدر آبروی مردم رو نریزی، اینقدر با آبروی مردم بازی نکنی، اینقدر با حیثیات مردم بازی نکنی. مگر مؤمن نیستید، مگر متدین نیستید، مگر مسلمان نیستید، هر چه سر زبوناتون میاد نسبت به برادران دینیتون نگوید. بسیار حرف پاکیزه. اگر خواستی در دنیا و آخرت راحت باشی، دست به مطالبی که مربوط به حیثیات مردم نزن. تا وقتی با همدیگر رفیقین که صد تا کتابت کاری همدیگر رو میپوشانید، اما وقتی به هم میزنین از همدیگر جدا میشین، چقدر تهمت به هم میزنین، چقدر دروغ نسبت به همدیگر میگی، چقدر با آبروی همدیگه بازی میکنین. شما مسلمانی، مسلمان اینجوره و مسلمانی اینجوره. بله تازه نوعاً وقتی هم در مقام عیبگویی و عیبجویی برایی، عیب دیگری رو میبینیم از خودمون فراموش کردیم. از باب مثال بگم، همیشه میگد عجب همسایه بیتربیتی داریم ما، تا ساعت یک بعد دوازده شب هر شب یه عده رو تو اتاق جمع کرده به بو و به خند و داد و بیداد داره، نمیگذارد ما بخوابیم. هیچ وقت شد شما بگی عجب آدم بیتربیتی هستم من؟ منم دیشب تا ساعت یک بعد از دوازده شب یه مشتی رو جمع کرده بودم تو خانه، سر و صدا میکردن، نگذاشتیم این همسایه بیچارمون بخوابه. همش میگی همسایه نگذاشت ما بخوابیم، نمیگی منم نگذاشتم همسایه بخوابه.
همش میگه عجب بچه های بیتربیتی دارد همسایه ما، چرا به بچه هاشو نمیگی؟ سنگ رو در شیشه های خانه ما رو شکستن، هیچ وقت نمیگی بچه منم بیتربیته. آقای همسایه معذرت میخوام، بچه ما سنگ در شیشه خانه شما رو شکست. همش دیگران رو میبینی، خودتو نمیبینی. از بس علاقه به خودت داری عیب خودتو عیب نمیدانی. خیلی بده اگر یک وقتی یک برادری از برادران دینی یک کلمه حرف بهت بزنه، خیلی درت اثر میکنه. اگر یه نیش زبانی داشته باشه در دلت خیلی اثر میگذارد. اما نشد یک دفعه بنشینی حساب کنی یک عمر من نسبت به برادران دینی و ایمانیم که این همه چرت و پرت گفتم، آیا با دلهای اونها این زبان من چه کرده؟ فکر نکن. و اذا رأیت الناس یشتغلون به عیوب الناس فاشتغل انت به عیوب نفسك. علی جان وقت دیدی مردم سرگرم به عیب هم دیگه هستن، تو سرگرم به اصلاح عیوب خودت باش. خوب نصیحتای مشفقانه ای، خوب مطالبی، خوب تذکرات و توجهاتی، جدا خیلی عالی، خیلی حدیث عالی، خیلی عالی. یه وقتی آقا با چند تا از رفاقای تهران، من آمده بودم مشهد 3-4 سال پیش، یه 2-3 شبی مشهد. اتفاقا یادم نمیده اون شب منزل پدر عیالم هست آیت الله آیا حاج حسین شاهرودی بودم. من داشتم نماز میکنم، یکی از بستگان ما یه دفعه اومد تو خونه، گفت آقای کافی همینجور در اتاق رسید، خونتون خونه ما خونه سابق اون تو پیش حسین باشیه، منزلتون آتش گرفت. خب نماز رو تمام کردیم، من لباسام پوشیدم بیام ببینم چی شده. عجلم هم برای این بود که یه مش کتاب و تفسیر و اینها داشتم اونجا، گفتم خدای نکرده قرآن و کتاب ها و تفسیر ها آتش نگیره، اینا رو زودتر بیارم بیرون، باقی از سهل چیز نست. امام رو کلم گرفتم و اومدم بیرون. یکی از این مهمونای ما پیرمردی بود، یه هنوز داشت نماز میخوند، این نفهمید این چی گفت که ما دویدیم بیرون. همینجور که داشته می آمدیم اونم نماز رو تمام کرده بود و دریده و دنبال سر می. این بقاله سر کوچه حاج آقا از این پیرمرده پرسیده بود چه خبر شده آقایون دارن می دوون. گفته بود نمیدونم اونا می دوون منم می دوون، نمیدونم چه خبر، اونا می دوون منم می دوون. آره اونا می دوون منم، چون می دوون می دوون، چون میشینن میشینیم، چون را میدن را میریم، چون چیزی میگن چیزی میگیم، چون ساکتن ساکتیم. خودمون که اراده ای نداریم که، خودمون که برنامه ای نداریم که، هر کار کردند میکنیم، چون میدون میکنیم. و اذا رأیت الناس یشتغلون به عیوب الناس فاشتغل انت به عیوب نفسك. من یه تکه‌ای رو امروز در این باب براتون بگم که این قضیه بسیار شنیدنی، تو خود منم خیلی اثر عجیبی گذاشت. من یه چند سبایی رو که مشرف بودم در جوار مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام، روزهای جمعه رو مرتب منزل مرحوم آیت الله العظما آمیز عبدالهادی شیرازی منبر میرفتم. خیلی زیادشون علاقه داشت به منبر من، میگفت دلم میخواد شما منبر بید روزه جمعه میرفتم. و در سال ایام فاطمیه رو 10 روز 95 ایشون منزلش روزه داشت، جمعیت هم همه آیون علما و طلبه ها میرفتیم. مرد عجیبی بود مرحوم آمیز عبدالهادی شیرازی. آیان آقای آسید جعفر مرعشی که از علمای نجفه، مرد راستگویه، دروغ نمیگه، متدینه. ایشون یه وقتی توی جلسه فرمود آقای کافی مرحوم آمیز عبدالهادی کسی بود که من در دوران ازدواجم، ایشون یه خورده سنش بیشتر از من بود و چند سال بود ازدواج کرده بود، با همدیگه یه خانه گرفتیم، توی یه خانه بنشینیم، 2 تا اتاق دست ایشون 2 تا اتاق دست من. گفت 15 سال
با هم دیگه تو یک خانه ما دوتایی نشستیم، من در این مدت 15 سال یک عمل مکروه از این سید ندیدم. خیلی دین میخواد، خیلی ایمان میخواد، خیلی درستی میخواد. 15 سال تو یه خونه آدم زندگی کنه یک عمل مکروه ازش نبینه. یه وقت شما این طرف شهری، منم اون طرف شهرم، با همدیگه خلط و آمیزش نداریم، همدیگر نمیشناسیم، اما 15 سال تو یه خونه با زن و بچه زندگی بکنیم یک عمل مکروه ازش نبینم. همچی شخصی بود. خب چی شدن؟ ما چی شدیم؟ کجا رفتن؟ ما کجا نزدیم؟ او 15 سال یک عمل مکروه نمی کنه. من 15 سال یه روزشو بی گناه نمیتونم سپری کنم. لا اله الا الله. تو همین دنیا اینا زندگی کردن ها، تو همین اجتماع، در زمان ما ها، با ما ها. یه قضیه اینو یکی از فضلای نجف از آیان عبدالهادی شیرازی برا من نانو کرد. گفتم من چون بلندگوی مراجعم باید برم تو اجتماع، منبری هستیم، مبلغیم، واعظیم، باید بریم برای مردم حرف بزنیم. دلم میخواد این تیکه رو من از دو تا لبای آیامز عبدالهادی بشنوم که وقتی خواستم نقل کنم بگم خود آقا گفتن تو اینجور گفتن. لذا یه روز رفتم اونجا تو اندرون، سلام کردم، نشستیم و ایشون چشمه هاشونم از دست داده بودن. بله یه خورده ناراحتی چشم پیدا کرده بود، آوردن عملش کنن، خلاصش کورش کردن، کور نشد، کورش کردن. عرض میکنم که مرد عجیبی بود. بعد نشستیم تو اتاق و به آقا گفتم، آقا فرمود آره. گفتم یه قضیه ای رو فلانی راجع به حاج جعفر از شما نقل کرده، چون من دلم میخواد برم از قول شما بگم، میخوام از دو طلب خودتون شنیده باشم. حال دارید الان برام بگید یه وقتی دیگه بیام خدمتتون؟ فرمود نه برات میگم بشین. این که من دارم میگم و از دو لبای آیام عبدالهادی شنیدم، این یه واسطه نداره. یه واسطه تقلید قضیه رو نفت. این قضیه رو میگم از امروز که از در مسجد بیرون رفتید جلوی زبونه رو بگیرید تا زنده اید بدونید چه خبره. آیام عبدالهادی فرمودن جد ما مرحوم آمیز مندسن شیرازی، مرحوم میرزای بزرگ، در سامرا بود، پای تخت علم اونجا قرار داده بود رو جهاتی و مسالهی. دو نفر از تاجرای مهم شیراز یه پول زیادی از خودشون و یه مقدار خیلی زیادتری از مردم پولایی رو جمع کرده بودن، تهیه کرده بودن، آمده بودن عراق برای تعمیر بقاع متبرکه، یعنی برای تعمیر حرم امام حسین، حرم نجف، حرم کاظمیه، حرم سرمنرا. اینا این دو تا تاجر از اون تاجری خیلی سرمایه دار و خیلی مورد اعتماد مردم آمدن سامر را پیش آقا. گفتن آقا ما مبالغ زیادی پول از مردم و از خودمون جمع کردیم آوردیم برای تعمیر، ولی دلمون میخواد اول مشرف بشیم مکه، در مراسم حج شرکت کنیم، بعد بیم چند ماهی هم در اینجا بمانیم و این برنامه رو اجرا کنیم. ما دلمون میخواد این طولا رو دست یکی بسپاریم، به کی بدیم که مورد اعتماد شما باشه، پیشش امانت باشه تا بریم برگردیم بعد بگیریم کارا رو انجام بدیم. اون وقتا بانگ نبود، دکان صرافی نبود. آقای میرزای شیرازی فرموده بودن که من یه صندوقداری خودم دارم که مورد اعتماد و اطمینانم، اسمش حاج جعفر امینه، پولاتونو بدین دستی. روبرو کرد اینا رو با هم، آقای حاج جعفر اینا یه مبالغ پولی دارن، پولاشونو شما ضبط کنید تا مشرف بشن مکه و برگردن دو مشغول این خدمات بشن. اینا رو حاج جعفر برداشت برد خانه، پولا رو ازشون تحویل گرفت، قصه تمام شد. اینا رفتن مکه، سفر حجشون رو طی کردن، برگشتن آمدن اتفاقا چند روز مونده بود وارد سامر را بشن، آقای حاج جعفر امین مریض شد و مرد. هنوز اینا نیومدن. گوشاتونو خوب باز کنید، یادتون نره این قضیه ها. حاج جعفر امین مرد. مجلس خط میبرش گرفتن، فاتحه ای گرفتن، رفتی آمدی تمام. آقایون تجارم اومد، یکی از تاجرها آمد،
پیش آقای آمیزاندسن شیرازی که آقا خب اگر اجازه بدید دیگه ما مشغول کارامون بشیم. فرستادن دنبال پسرهای حاج جعفر امین، دستر حاج جعفر آوردن که مبالغ رو ببینن چقدر بوده چطور بوده تطبیق کنن تحویل بدن. آقای حاج حسن فلان مثلا 200,000 دینار عراقی، خیلی حاج جعفر گوشه دفترش نوشته این پول پیش من به عنوان امانت و من فلان جا در فلان گوشه زیر زمین پولا رو دفن کردم بردارید. رفتن زمین رو شکافتن پولا رو در آوردن دیدن درسته، پول یکی رو دادن نشست کنار. اون یکی دیگه بنده خدا پولش بیشترم بود، دیدن نه اسمش تو دفتره نه هیچ جو یادداشت شده، هر توی دفتر رو ورق بدن دیدن نیست. فرستادن دنبال زن حاج جعفر، حاج جعفر شوهر شما راجع به پول ایشون به شما هیچی نگفتن؟ نه. پسراش خواستن راجع به پول ایشون به شما هیچی نگفتن؟ نه. دستگاهشو تفتیش و تفحص کردن دیدن اثری از پولا نیست. آقای میرزای شیرازی خیلی تعجب کرد، حاج جعفر امین ما که اینقدر مرتب و منظم بوده چطور نسبت به پول ایشون اینجور؟ گفتن آقای تاجر حالا اینجور شده نمیدونیم قصه چیه، شما میخوای چیکار کنی؟ گفت آقا من پولمو میخوام، هم مبلغ من زیادتر بوده راجع به خودم و هم پولای مردم بوده، مسئولیت داره برام، چی بکنم؟ آقای میرزای شیرازی فرمودن شما باید یک کار بکنید و اون کار اینه، حرکت کنی بری نجف. مقدمتا اینو بگم که بدونید چی گفت آقا بهش. اولا بدانید آیان مادرها، ما دو تا بهش داریم و دو تا جهنم. یک بهشت قبل از حساب قیامت، یک بهشت بعد از حساب قیامت. یک جهنم قبل از حساب قیامت، یک جهنم بعد از حساب قیامت. بهشت قبل از حساب فقط مال ارواح است و اون وادی السلام امیر المؤمنین است. جهنم قبل از حساب که ارواح مردم در اونجا معذب است، وادی برهوت است و نزدیک صنعا در یمن. بهشت بعد از حساب و قیامت مال جسم و روح است، آدرسش نمیدونم کجاست، نه من هیچ که نمیدونه جایی نقل نشده. جهنم بعد از حساب و قیامت مال جسم و روح است، آدرسشو منم نمیدونم کجاست، دیگرام نگفتن کجا. آقا فرود تاجر شیرازی شما اگر میخوای مشکلت حل بشه حرکت کن، میری نجف، میرسی به وادی السلام امیر المؤمنین، شب جمعه اول طلوع فجر میری در اونجا. آقای آمیز عبدالهادی یه جمله ای رو بیان کرد، یادم نیست آیه از آیات قرآن بود یا یه پاره دعایی بود، یادم نیست، اینو تردید از من الان و خیلی افسوس میکنم که چرا ضبط نکردم. ایشون فرمود این جمله رو میخونی عالم مکاشفه میشه برات، پرده ها و حجب میده کنار، هر حرفی تو دنیا یه اثری داره، اثر یکی از علوم علم آثار حروف هست. بعضی ها 20 سال 30 سال در این رشته کار میکنن درس میکنن و علم مشروعی هم هست، غیر شرعی نیست. توجه به آثار حروف، الف، این لفظ الف اثرش چیه؟ ب اثرش چیه؟ دوتایی رو با هم منظم کنید و ترکیب اب اثرش چیه؟ از باب نمونه برات بگم، امام صادق میگه اگه یه وقتی یه چیزی گم کردی پیش رمال و جمال و این حقبازا و بازیگرا نمیخواد بری، اینا پول میخوان ازت بگیرن دروغم میگن، بیا بی پول من گم شده تو برات پیدا کنم. هر وقت چیزی گم کردی از چاشت تا پسین، امام صادق میگه مکرر ای آیه رو بخوان، و انه علی رجعه لقادر، اون روز غروب نمیشه گم شده پیدا. یک
امام صادق میگه اگه یه وقتی اولاد گیرت نمیاد، میخوای بچه دار بشی، دنبال این و اون و نمیدونم نسخه چندین هزار تومانی و آدم مسلمون بره کشور اسرائیل پیش دو تا دکتر یهودی و برای این ای بازی ها نمیخواد. میدونی دست خداست کارا یا نه؟ بله، روی دو تا نگین انگشتر فیروزه این آیه رو بده بکنن، یکیشو خودت دستت کن، یکی دو زنه، سال تمام نمیشه. خدا اولاد بهتون میده. ما شاید روی هزار مورد این رو امتحان کردیم تو رفقام، تجربه داشتم روز. و اون آیه اینه: رب لا تذرنی فردم و انت خیر الوارثین. این آیه اثرش اینه. یا مثلا یه وقتی شما یه جای عجله داری میخوایی بری، یک نفر از او دور دارن میاد، این بنده خدا هم ریشه رفاقتی با شما داره، بعد بهش برسی و زود بگی خدا حافظ شما، میخوایی یه خورده باشه حرف بزنی، اما کارم داری، دلت میخواد یه جوری بیاد از پهلود رد بشه تو رو نبینه که تو معذور اخلاقی گیر کنی. فوری آیه رو بخوان در سوره یاسینم: و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. اینو بخوان و یواشکی بدم طرف طرف، یارو میاد از پهلود رد میشه، اصلا توجه بهت پیدا نمی کنه. این آیه برای بدهکارا خیلی خوبه ها، تا طلبگاره رو از او دور میبینی یا برگشت رو شکر زده و ورقه چرب تو گرفته، فوری بگو و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفه این صدا فرشه ناغون فهم لای. حالا باره دیگه وادی نشم من آیاتیست و دستورات. آیان عزیز فرمود این آیه یا ایزا را عرض کردم، من الان یادم نیست، اینو میخوانی در وادی السلام اول طلوع فجر شب جمعه، بعد حجب و پرده ها میره عقب، صدا میگه حاج جعفر، جواب تو میگه بگو پول رو کجا گذاشتی بدی، این بنده خدا تاجر را آفتید اومد نجا. صبر کرد شب جمعه شد بین طلوعین، رفت اون آیه یا اون دعا رو خوند، هرچی صدا زد کسی جوابش نداد و خبری نشد، و این بنده خدا ناراحت برگشت باز پیش آقا رسید و آقا فرمود چیکار کردی؟ گفت آقا ما که چیزی ندیدیم، خبری نشد. تا اینو گفت سید ناراحت شد، هوری اشکاش اومد پایین، گفت راست میگی؟ گفت بله. فرمود پس حاج جعفر ما رو کجا آورده؟ چون دو جا بیشتر نداریم، یا وادی السلام یا وادی برهود دیگه، این دو جا، اینجا نباشه اونجا. حاج جعفر ما برنامش این نبوده که اونجایی باشه، باید اینجایی باشه. گفت آقای تاجر چیکار میکنی؟ گفت آقا من نمیتونم، دیر کردم. فرمود حوصله‌شو داری تا یمن بری؟ گفت بالاتر از یمن میرم، مبلغ یه مبلغ نیست دست بکشم، اونم حالا خودم جهنم مردمو چیکار کنم؟ یکی از آیون طلبه‌ها و تحصیل کرده‌ها رو در التزام این تاجره رو در التزام رکاب یه طلبه قرار دادند و گفتن با هم دیگه برید شما یمن، خرج او طلبه رو آقا داد، بنا کردن آمدن تا رسیدن یمن، سراد وادی راجب وادی برهود در روایات گنگاست، به روایاتش مراجعه کنید. آقا رسیدن به وادی برهود، همون آیه و دعارا یا یه آیه و یه دعای دیگرا، آقا بهش آموخته بود، طلبه هم میگه من همراه این تاجره بودم، یک وقت دیدم اون آیه یا اون دعا رو بنا کرد خوندن، خیره خیره دیدم تاجره به یک نقطه معینی بنا کرد نگاه کردن، یک دفعه یک حالت ارتعاشی بهش دست داد و لرزش رو حالش منقلب و افتاد روی زمین. گفت منم خیلی وحشت کردم، دوتایی بودیم دیگه، تاجره رو یه جوری به حالش آوردیم و فخ فخ بنا کرد گریه کردن و داد زدن و هی میگم چته، میگه به خدا قسم نمیگم تا بریم سامر را به میرزای شیرازی بگم. آمدیم رسیدیم سامر را، محضر مقدس میرزای شیرازی و سلام کرد و آقا جواب و چطور شد؟ گفت آقا پیداش کردم. فرمود اونجا؟ گفت آره. گفت ببینیم. گفت آقا تا اون دعا یا او آیه رو خوندم، یک دفعه دیدم پرده ها و حجوب از جلوی چشمم رفت بالا، یک صحرای پهناور پر از آتش، گنگا شعاع
شعله های آتش میره بالا میاد پایین، یک وقت دیدم در میان این شعله ها یه تنوره آتشه، همینجور هی میره بالا میاد پایین، یه نفرم توی این تنوره آتش چرخ میخوره، میره بالا میاد پایین. من داد زدم حاج جعفر، یک وقت دیدم یک کسی سرشو از این تنوره آتش در آورد بیرون، اما یک صورت چریح و بد منظره و عجیبی. باز تکرار کردم حرفمو، حاج جعفر، یک وقت صدا زد چی میگی آقا؟ گفتم پولو کجا گذاشتی؟ گفت فلان جا دفن کردم، یادم رفته تو دفتر وارد کنم و بنویسم، برو بردار. و مثل که یک کسی هی میکشدش، اینم هی نمیخواد بردا، همچه حالی داشت به زور مثل که بردنش. و وقتی داشت میرفت تو تنوره آتش، این کلمه رو فرصت کرد و داد زد و به من گفت، گفت آی آقای تاجر، گفتم آره، گفت تو رو خدا به میرزای شیرازی برسون، امان از دست اون مرد و زن قصاب. رفت تو تنوره آتش. من دیگه حالم غیر عادی، میرزای شیرازی فرستاد دنبال زن و بچه های این ها جعفر آمدن، گفت آی خانم آی بچه ها، شما فامیل قصابی دارید؟ گفتن نه. بابا تو ها جعفر همسایی قصابی داشته؟ گفتن نه. رفیق قصابی هم که ندارید؟ نه. یک وقت پسرها گفت آقا چرا یک از همسایه همون یه بنده خدای قصابیه؟ بله بابام بی ربط با اونم گاهی نبوده. فرمود که خب برید بهش بگید بیاد. رفتن گفتن آمد و میرزا فرمود که من دلم میخواد بیام خانه شما، امکان داره؟ گفت آقا رو چشم من قدمه، میرزای شیرازی کسیه، ملک عراق، پادشاه عراق، آمد زانوش و بوسید. میرزای شیرازی اعتنا بهش نکرد. حالا به یک آدم قصابی میگه من میخوام بیام خانت، آقا دوید آمد اونجا و خیلی بنده خدا خوشحال تو پوستش جا نمیگره، یا خوشی جا روی اکی کلمونی که بنده خدا داشت. یه وقت آقای میرزای شیرازی با یه مش از آیان اهل علم حرکت کردن، آمدن اونجا، رسیدن در خانه ای قصابا. نمیدونم این حرفا تو این گوشا بناس بمونه، آی خدا شاهد باش، آی زمین و آسمان شاهد باشید، آی در و دیوار مسجد محراب خان شاهد باش، آی فضا شاهد باش، آی هوا شاهد باش، آی ملائکه شاهد باشید، آی رقیب ها و عتید ها شاهد باشید. بنویسید کافی پشت بلنگو به داد بلند این قضیه رو نقل کرد. این مردم نگن ما نمیدونستیم و نشنیده بودیم. گفت براشون آیان میرزای شیرازی آمد در خانه یارو قصابه، اونم عرب، اینقدر مهمان دوست و آداب و رسوم برای مهمان قائل. میرزای شیرازی شده مهمان، در خانه ایستاد، گفت آقای قصاب، گفت بله، گفت من تا تو خونت نمیذارم، تا یه کاری دارم با دست تو درست میشه درست کنی. گفت آقا پا تو بذار رو چشم من، هر کار داری بگو بکن. گفت نمیام تو خونه، به این خیلی ننگه برای عرب، در نشوایسته بگه تو خونت نمیام، نمیام، از همینجا برمیاد. آقا چیه اون کارت؟ میرزای شیرازی فرمود یه سوال ازت دارم، بگو بدونم با این حاج جعفر امین و صندوقدار و منشی و میرزای ما شما هیچ آشنایی داشتی؟ تا اینو گفتن حال قصابه به هم خورد، سرشو بلند کرد طرف آسمان، صدا زد خدا به حق این عسکریین امام هادی و امام عسکری قسمت میدم آنن بعد آن عذابشو زیاد کن، گرفتاریشو بیشتر کن، ابتلاعشو ریشه دارتر کن، درد و مهنتشو فراغونتر کن. بابا دست ما به دامنت، برای خاطر خدا آمدین مشکلی رو حل کنی، شما که داری عمیق‌ترش میکنی، چی قصتون به من بگو، من حلش میکنم. گفت آقا اون که فرمان داری بده، بنده مجریش، اما نسبت به کار دست نزن. آخه چیه؟ من نباید تو رو خدا بگو. گفت آب فرمای تو، گفتمت نمیام تو، تا نگی حل نشه نمیام تو، ناراحتم، با حالت ناراحتی رو فرشت نمیخوام بشینم، میخوام خوشحال باشم و بشینم. گفت آقا من قصابم، یه عمری سامر را دیدید، قصاب بیبندوباری هم نیستم، یه آدم متدینی هم، نمازم رو میخونم، روزم رو میگیرم، شیعه امیر المومنینم، متدینم، چرت و گوسفند میکشم، گوشتشو میکشم، نون زن و بچم اداره میکنم، یه آدم بیازاری هم هستم. یه طرفی من دارم در موسیل نزدیک کرکوک، من رفتم موسیل،
یه جای ییلاقی از شهرهای ییلاقی عراق موسل اکثرا سنی هم شیعه خیلی کم داره، خیلی کم. بابا من یه طلایی داشتم موسل، او برا ما گوسفند میفرستاد، ما گوسفندها را میکشتیم میفروختیم، یه چیزی گیر ما میآمد پول براش میفرستادیم، کار ما اینه. هر گری تو کارش خوب یه طرفی داره. گو بابا این سال چند روز میآمد سامرا منزل ما، من دو سال سه سال یه دفعه زن و بچه همون برمیداشتیم میرفتیم اونجا چند روزی منزل این یه سال اومد اینجا منزل ما با زن و بچهش پیش ما بود. شبای آخری که میخواستن برن نشسته بودیم تو اتاق با مردی دادیم، گفت فلانی زنای زمزمه ای دارن تو خودشون. گفتم چه زمزمه ای دارن؟ گفت مثل که شما یه دختر بالغه رشیده ای داری رسیده برای ازدواج، من که یه پسری داریم رفیقم که هستیم با هم، اگه صلاح بدونه یه وصلتی هم بکنیم. گفت من چون سابقه نداشته ذهنم برای این مطلب، گفتم باید فکرشو بکنم و انشاءالله کاغذ که نوشتم برات مثلا راجع به گوسفند راجع به این جهت هم برات می نویسم که ما مثلا محیا هستیم یا نه. خیلی این بنده خدا رفت بنا شد خبر با ما باشه. من تحقیقات رو نسبت به کارام کردم و افتخارم گرفتم خوب آمد و تو نامه نوشتم 150 تا گوسفند اینجوری برای ما بفرست و بعدم نوشتم راجع به موضوع وصلت از طرف ما مانع نیست، شما آمادگی خودتون رو اعلان کنید تمام محیا بشه. بیشتر جواب کاغذ که آمد این بود 150 تا گوسفند ما برای شما فرستیدیم اما راجع به دسته ازدواج هیچی ننوشته. گفتیم خب لابد میخوان فکراشونو بکنن. کاغذ دوم سوم دهم یه سال گذشت دو سال گذشت دیگه هم نیامدن، فقط معامله با هم داریم. ما رفتیم اونجا ما هم به رو خودمون نیاوردیم، با سال بعدش اونا آمدن اونجا منزل ما وارد شدن. یه شب در خلال حرفا من بهش گفتم بنا بود یه وقتی ما یه وصلتی هم با هم بکنیم. چطور شد؟ گفت بله ما منصرف شدیم. گفتم برای چی؟ گفت دیگه. گفتم نه واقعش برای چی باید بدونم. آی گوشایگا گفت آقای فلانی. گفتم بله. گفت واقعش ما با هم طرف معامله بودیم، گاهی هم ما میمونیم تو خونه شما، شما هم تو خونه ما، خلط آمیزشمون ریشه دار نبود که خوب همو بشناسیم، آخه میکنم وصلت کنیم. من یه دفعه بی خبر شما با چاقی از موسل آمدم سامرنا که تو نفهمی خانه تو هم وارد نشونم. گفتم بیام یه تحقیق محلی از حالات شما بکنیم ببینیم چی جوری هستی. خلاصش گفتم در سامرنا اگه بخوام بپرسم که فلانی چی تو آدمی، از چی بپرسم که یه آدم دینی باشه دروغم نگه و بفهمدم کدوم آدم دین داره و چی نداره. گفتیم بهترین افراد حاج جعفر امینه. آمدیم پیش حاج جعفر امین، امین میرزای شیرازی، خلوت کردیم یه ساعت باهاش. گفتم آقا راجع به یه کاری میخوام با شما مشورت کنم. گفت بفرمایید. گفتم من شیعم و مال سامرام نیستم، گوسفنددارم هستم، مال موسلم، میخوام یه وصلتی بکنم با یکی از شیعه های اینجا، میخوام از شما مشورتی کرده باشم. این بنده خدای قصابه‌ای که در همسایگی شما، این بنده خدا چطور آدمیه؟ از نظر خانوادگی و اینا چی جوریان؟ سلام میدونید من شیعه با این وصلت بکنم یا نه؟ گفت حاج جعفر به من گفت نمیدونم، فقط همین چیزی هم نگفت، نمیدونم ها تو جوره. یک در آدم واقعا نمیدونم میگه نمیدونم، یه وقت میخواد مولا ماست بگذاره. حاج جعفر امین اگه بگه نمیدونم، چون معروف به قدس و زهد و تقواست، طرف میگه ها ببین چقدر یارو خرابه که حاج جعفر هم نمیخواد غیبت بکنه و هم میخواد به من حالی کنه با یه کلمه نمیدونم پیزا میخونه او ازش. حالا چرا حاج جعفر بگه نمیدونم؟ برای که خواسته بود این دختره رو بگیره برای پسر خودش. گفت با یه کلمه نمیدونم ذهن ای رو نسبت به اون خراب کنی، این دست برداره بره بعد دخترشو بگیریم برای خودمون. خب یارو رفت و نام رفت. آقا اون بنده خدا رفت پسرشو دماغ کرد. حاج جعفرم بعد خواسته بودی دخترت بگیره برای پسر خودش، پسر راضی نشده. چندین سال این دختر من تو خانه مونده، هیچ کس دیگه سراغ دختر ما نیاد. یک دختری رو از زندگی بی بهره کرد، یک انسانی رو از یک زندگی جدا کرد.
با یک کلمه نمیدونم بی جا اینجوری ها. و این دعای سر سفره و بعد از نماز و اول افطار و وقت سحر ما شده، هر وقت من نگاه به این دخترم میکنم دلم آتش میگیره. خب بچه‌مو میخوام خدایا، بازم میگم آنن بعد آن گرفتاری و غم و غصه و ابتلا و عذاب زیاد. بابا قصاب جان دست ما به دامنه، ما اومدیم برای اصلاح، ما اومدیم برای وصل، نیومدیم برای فصل. شما بیا یه کار کنی. گفت چیکار کنم؟ میرزای شیرازی به این تاجر شیرازی گفت تو هم مسنی، دختر اینم سنش زیاد شده، بیا همین دختره رو برات بگیریم یه قائله ختم بشه. دختر قصابه رو گرفتن برای تاجر شیرازی، وصلتی کردن. همان شب آقای آمیز عبدالهادی میفرمود همان شب میرزای شیرازی جد ما خواب رفته بود، در عالم رؤیا حاج جعفر امین خواب دیده بود. فرموده بود حاج جعفر جان حالت چطوره؟ گفت آقا امروز شما منو آزاد کردی. ای زمان جلو به خودتو بگی، گرفتاری گرفتار میشید، گرفتاری برای خودتون درست میکنید، بیچاره میشید، گیر میکنید. هر چی سر این زبونت میاد نگو، هر چی میتونی بگی نگو. حالا با این برنامه شما حساب بکن ببین از اول عمرت تا حالا چه کارها که نکردی، چه چیزها که نگفتی، چه حرفها که نزدی، چه نسبتها که ندادی، چه آبروها که نریختی، با چه حیثیتها که بازی نکردی، چه ظلم و تعدیات و تجاوزاتی که نکردی. قیامت با این کارا، یا از اول مرگ تا قیامت و از قیامت تا خدا خدا، منو توی بیچاره چه کنیم از دستی زبان؟ زودتری برید به اونهایی که ظلم و تعدی کردی تحصیل رضایت کنید، التماسش بکن، ماچشم بکن، صورتشم ببوس، دستشم ببوس، بگو با این زبانم به تو ظلم کردم، از من بگذر. تمنا میکنم، خواهش میکنم، التماس میکنم. التماس اینجا کمترها، التماس قیامت بیشترها. با بعد از یه دوره گرفتاری دیدن باز باید التماس کنی ازت بگذرها. راحتی به طلب برادر عزیزم، تا این نفسه میاد، تا این چشمه بازه، تا این زبونه حرف میزنه، تا این گوشم میشنوه، خودتو زودتر خلاص کن. بلایی به آبروی اهل بیت عصمت و طهارت تو رو قسم میدم، روح تقوا، روح ورع، روح دینی، روح ایمانی، علاقه به جهات مذهبی، اون چه با دستورات ایمانی به ما مرحمت فرما. نشه یه وقتی چشمان رو هم دیگه بگذاریم اول بیچارگی و بدبختی باشه برای ما، از دست همه اعضاء ما مخصوصا زبان ما. و اداره ای تناس یستدلون به عیوب الناس فشتگل انتا به عیوب نفسک. پیغمبر میگه علی جان وقتی دیدی مردم دارن هی ای به هم دیگر رو میگن، هر چی سر زبونش میاد میگن، مطالعه نمیکنه. مؤمن او آدمیه که یک کلمه هر دیگه میخواد بزنه مزمزه میکنه، ببینه اگه ضرر دینی نداره میگه، اگه برخوردی به یه برادر ایمانی نداره میگه، اگه قلبی از مؤمنی آتش نمیگیره میگه، اگه آشیانه یه مؤمنی شعله نمیزنه میگه. آدم مؤمن اینجوره، المؤمن ملجا. پیغمبر اکرم فرمود فردای قیامت که می شود من لم یحفظ لسانه او یندر، هر کس تو دنیا جلو زبونشو نگرفته باشد اونجا پشیمان میشه. هر کس جلو زبانشو تو دنیا نگرفته باشه اونجا پشیمان میشه. دامنه ی عرایض رو جمع کنم، یه چند جمله هم ذکر مصیبت کنم صبحیه و دعاتون کنم. امروز صبحی شما برادرها رو کجا ببریم خوب باشه که بیشتر چیزی گیرمون بیاد، بیشتر مورد لطف و مرحمت قرار بگیریم؟ ها کجا بریم؟ من دلم میخواد صبحیه برم کنار قبر موسی بن جعفر، میاد بریم اونجا. میخوام برم کاظم ایه، میاد بریم اونجا. ای گرفتارها، ای قرضدارها، ای مریضدارها، ای مبتلاها،
ای گرفتارهای تو دامهای گناه و آلودگی، با توسلی به ذیل عنایت هفتمین امام شیعه از خدا فرج برای دین و دنیاتون بخواهید. خاتمین رفتی تو حرم موسی بن جعفر رفتی زیارتی داره، بعد از زیارتش دو رکعت نماز داره، بعد از دو رکعت نماز یه سلامی داره، اون سلامشو بخونم صبحیه. السلام علی المؤذب فی دار السجود و ظلم المطاری زشاد المنظور المنادان عليها بذل الاستغفار. فيا ما يا ما يا گاهی بعضی از زندانی ها را میخوان شکنجه بدن، تو تک سلول جا میدن یه جای تنگ و باریکی، صبح هم که میشه میاد یه صد آب مامور میره زیر پاش که این نبتونه بشینه نبتونه وایسه بیسته، خسته میشه بشینه، این تریاب و رطوبت ها پاسو درد میاره، این شکنجه. یه جایی که زمین خوش کهیون گاهی بعضی از زندون ها نزدیک دریاست، خب یه متروکنی آب میاد بالا، بابل سر، بابل، آمول، این جایی جوری از دیگه. در بغداد زندان سندی ابن شاهک نزدیک جسر آب تر خیز بعد اینجا ها گوش کنید، یه وقت یه صد آب که زیر پایی زندانی میریدن این زندونی آزاده، میتونه باعثه میتونه گاهی بشینه، اما اونجا هم زمین تر بوده، هم تاهای آقا تو کند بوده، هم به گردنش زنجیر بوده. ببینید چه حالی داشتم اون زبون جعفر. گاهی میخوان یک زندانی را شکنجه کنن اما کتکش نزنن، اینجوری نه، اینا شکنجه های جسمیه، شکنجه روحیش کنن که هیچی هم نتونه بگه، به کسی هم نتونه شکوه کنه، اما آتشش بزنن. چکارش میکنن؟ نگاه به روحیه طلب میکنن ببینن به چی علاقه داره، ضدشو عمل میکنن. مثلا این به نماز علاقه داره، به روزه علاقه داره، به دین علاقه داره، به تقوا علاقه داره، جلو چشمش یک مش کار خلاف شرع میکنن که این بسوزه علو بگیره، چیزی هم نتون. چی کردن با موسی بن جعفر؟ آیا هارون فرشتاد دنبال یک زن مغنیه آوازخون فاحشه زانیه بی حیای سلیطه رسمی بغداد زن رو آورد، گفت این زن بی حیای چشم دریده رو ببرید تو زندان موسی، به زنه بسپارید، هر چه میتونی بی حیایی کن تا این آقا اذیت بشه، بمیرم برای قربت پسر فاطمه. آیان توجه کنن، زنه رو آوردن در زندان و وا کردن، زنه رو کردن تو زندان، در رو زود بستن. زنه وقت نگاه کرد که خب ببینه سر و کارش با کیه، طرف کیه که باید اذیتش کنه، یک وقت نگاه کردید یک آقای خودش رو خاکا انداخته داره مناجات میکنه با خدا. این آقا مرتب داره میگه اللهم انی اسألک الرحمه عند الموت والمغفرة
زندان. یک وقت زندان بالا در زندون رو با کرد ببینه ای زنه چی کرده، گزارش کنه به هارون رد کنه. آیان تا در رو با کرد یه وقت دید ای زنه خودش رو خاکان داره. ای زنه میگه اللهم اینی اسأل و جراح زهن دلمان شد. صدا زد زندان بنده رو نبر، من میخوام برم بیرون. گفت چه کار داری؟ گفت میخوام یه پا تا کاخ هارون برم، یه کاری به هارون دارم، یه چیزی میخوام به هارون بگم. گفت چی میخوای بری بهش بگی؟ گفت میخوام برم یه حرفی بهش بزنم، اگه منو میکشدم بکشد. گفت چی میخوای بگی آخه؟ گفت میخوام برم به هارون بگم نانجیب ای آقا را چرا تو زندون کردی؟ ای عرق خورا آزادن، شراب خورا آزادن، سر فاطمه گوشای زندان. یک ماش ما افتخار در تاریخ خیلی داریم الحمدلله، ما خراسانی ها الحمدلله. یک ماش از شیعه های خراسان اینا حرکت کردن برن بغداد برای ملاقات آقا. آمدن بغداد دیدن ران میدن برای ملاقات، واسطه هایی درست کردن تا پیش هارون رسیدن، خواستن اجازه بگیرنی مردی که اجازه نداد، اصرار زیاد کردن، پافشاری فراوان کردن. یه شب هارون گفت مانعی ندارم، فردا صبح برید در زندان، من میسپارم شما رو، اجازه بدن برید ملاقات کنید. این شیعه های خراسانی فکلکا از خوشحالی دیگه او شب و تا به صبح نخوابیدن که بناس فردا صبح بریم آقامون رو ملاقات کنیم، آقامون رو زیارت کنیم. توجه کنید، فردا صبح آمدن در به زندان معطل بودن. یک وقت دیدم در وا شد، یک جنازه رو چرد و حمال برد، یک جنازه رو چرد و حمال برد. سجدهای ما به حق مولانا موسی بن جعفر یا الله.